درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم به همراه دوست گرامی شهرام آریان. در برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. ما چند نشست درباره دلایل ماندگاری اسلام در ایران گفتگو کردیم. بعد دو تا برنامه تقریبا در پرانتز داشتیم که خارج از اون سلسله جستار بود. یکیش برنامه بود در پیوند به این که ساسانیان هیچ تخریب و ویرانگری علیه یادگار اشکانیان در ایران نداشتند، برخلاف برخی گفته‌های نادرستی که اینجا اونجا گفته میشه. و برنامه پیشینمون هم درباره نبرد الله پرستان و ایرانیان بود. وقتی که با شهرام تو تمام این ماهای گذشته توی برنامه‌ها میکوشیدیم که باز کنیم ویژگی های یگانه و منحصر به فرد اسلامیان را از آغاز، از صدر اسلام که اینا چگونه آمدن و وقتی به ایران رسیدن چگونه رفتار کردن، چه ابزاری داشتن، چه آمال و آرزو و اهدافی داشتن و در حقیقت به یک روش شناسی از کارهای اینا رسیدیم. بیشتر نمونهایی که میگفتیم برمیگشت به همون دوره های حمله اعراب به ایران و برخی از اون صده های نخست هجری. رخدادهای چند روز گذشته در ایران در حقیقت با مرگ سلیمانی و بعد روزهایی که رجزخانی در کار بود و خط و نشون کشیدن و بی برنامگی و شلوغ بازی و دروغ پراکنی از سوی حکومت، نهایتاً وضعیت مفتزهانه ای که تعداد موشک رو در بیابان پرتاب کردن به بیابان پرتاب کردن و هیچی حتی از بینی یک امریکایی هم خون نیامد که نشون میداد همه ی رجزخانی ها توهی بود، و نهایتا تنها موشکی که به هدف اصابت کرد شوربختانه موشکی بود که به هواپیمای اوکراینی خورد و شمار قابل توجهی از هممیهنان ما مفت و مسلم جانشون از دست دادن. فکر میکنم که این نمونه که در حقیقت نمونه کاملا همزمان و معاصر ماست باعث شد که با شهرام بنا رو بر این بگذاریم که بپردازیم به بررسی رخدادهای چند روز گذشته در پیوند با همون ویژگی هایی که با شما گفتگو میکردیم. شهرام جان، یه تقریبا یه هفته خیلی پر آشوب و آشفته‌ای بود و خیلی نفسگیر. چی دیدی؟ چی گذشت؟ خب ما کارمون تو این سکوی کاری اینجا بررسی مسائل سیاسی اجتماعی روز نیست، بلکه فراهم کردن کانسپت‌های یا فرایافت‌های تاریخی فلسفیه که دوستان بتونن، ما امیدوارم بیننده های ما یک درجه بالاتری از دانش و علاقه برخوردار باشه، در حقیقت بخش انتلیکتویل ایرانگراها، روشنندیش ایرانگراها رو ما با فرایافت ها یا کانسپت های برتر ما اینجا ابزارمند کنیم که بتونه فرایند تاریخی رو به شیوه نوینی که تا الان میسر نبوده بفهمه. کار ما اینه. اما وقتی در رویدادهای روزمره یه رویدادی یا یک بستر رویدادی رخ میده که بیش از اندازه کارآمد به همون واکافتا، به همون آنالیزهای تاریخی ما در میگنجه، ما اون موقع اون ترمز کارهای کلاسیک، زنجیره کارهای کلاسیکمون ترمز میکشیم، یکی دو برنامه به میپردازیم. تا حالا هم رسم نبوده، ولی تو این یکی دو ماه گذشته خیلی رویدادهای شگفت‌آوری پشت سر هم رخ داده. بله، من دوست می‌داشتم که امروز میتونستیم یه خورده این سرنوشته مرگ آقای سلیمانی رو و روی هم رفته اینی که در بستر وضعیت کلی کشور اصلا چگونه است، وضعیت کلی کشور چگونه است با مرگ ایشون، بدون مرگ ایشون، و اینو در اون فرایند همون تاریخ اسلام، ایران اسلامی شده یا از اسلام شکست خورده رو چگونه میشه دریافت. من به دو سه تا ستون اینجا اشاره میکنم. نخست این که خود روند عجیب و غریب زندگی ایشون، یعنی به عنوان یک ایرانی که یک علاقه هایی و استعدادهایی تو کارهای رزمی داشته،
به جای اینکه یک سپهسالار کلاسیک کشور ایران بشه و یک وفاداری کلاسیک یا رسمی و ژرف به بستر فرهنگی خودش، به بستر کشوری خودش، ایشون کار و زندگیش مثل بقیه ایرانیای الله پرست، ما باید بگیم موالی، چون ما الله پرست تمام عیار هم نیستیم، ما در حقیقت از الله پرست ها شکست خوردیم و بعض از شکنجه و تجاوز و اینا افراد ما به نیمه برده الله پرست کلاسیک تبدیل شدن که به اون نیمه برده ها ما میگیم موالی، یعنی بودن نامش موالی بودن. ایشون حالا به اون سپهسالار موالی بود، روانشاد، یعنی این که کارش این بود که ببینه مثلا آقای خامنه ای که اون دیگه خودش رو در حقیقت خلیفه و بازمانده در حقیقت مهاجمین عرب در ایران میدونه، چون که دیگه اینو چندین بار تو نشستای رسمی گفته بوده، بونه اشاره که ما مهم نیست، میدونی که آقای خامنه ای چند بار این مطلب رو گفته که ما مهم نیست اصلا به افکار عمومی دقت داشته باشیم یا رو روند پیشرفت کشور دقت داشته باشیم، مثلا کار ما این مسائل اینجا نیست، ما پیروی میکنیم از الگوی پیشینیانمون، همون مسلمانای مهاجم 1400 سال پیش که اینا با اینکه یه اقلیتی بودن موفق شدن که پس از اینکه ایرانی ها رو شکست دادن از راه جزیه و شکنجه و این حرفا اینا رو مسلمون کنن، برده کنن، گروگان بگیرن و تا به امروز اینجا بمونن. اینو به همین روکی تقریبا تو نشستا گفته. و عمامه سیاه ایشون هم که به هر حال نشانه از به اصطلاح سیدی ایشونه، باز در حقیقت یه یادمانی بر جای مانده از قریش و بنی عباس و خانواده است که ایشون خودشو بهش منسوب میدونه، در نتیجه همچنان که گفتی کاملا ادامه خلافت اسلامی است که حالا خودش تفلی، خودش تفلی میگه من یا اصلا کلا از نژاد مهاجم هستم اموسیا، یا من نتیجه تجاوز جنسی به یه مسلمان مهاجم، به یه خانم ایرانی هستم در روستایی ولا هر چیزی. خودش این حالا کسی که امام سیاه میذاره حقیقت یه همچین استیتمنتی از خودش میده. حالا اون امام سیاه به تنهایی حالا این کار نمیکنه که البته خوش مایه ننگ عجب و غریبیه، ولی این که بعد اون داستانهای دیگر هم به همین روکی برگشته گفته که ما بازمانده مهاجمای مسلمون و عرب هستیم که با تجاوز جنسی و شکنجه و اینا ایرانی ها رو گروگان گرفتیم 1400 سال، این یه مطلب دیگه است. حالا ممکنه یه خورده توی الفاظ دیگه رو استتار کنه ولی محتوا رو به این گونه چند بار گفته. حالا آقای سلیمانی کار زندگیشو به عنوان مثلا آدم رزمی ول کرده، رفته شده به گذار زندگیش آلت دست این بابا، یعنی آدم دیگه در حقیقت باید دیگه موالیگری رو یا توسری خوری رو دیگه باید به آسمون هفتم رسیده باشه. حالا یه کسی ممکنه بگه که خب آدم با سلیمانی که میشست احساس نمیکرد که اون حتما هدفش تو زندگی توسری خوریه، این حتما برای خودش یه غرور مثلا داشته، این چی شده که این سرنوشتش اینطور شده؟ ها رسیدیم به اصل داستان که مسلمونا پس از پیروزیشون در کشور مجبور بودن یک شبکه فکری روحی بسازن که شکست خورده ها رو، پس از اینکه شکست خورده ها رو کاملا گسل دادن از اعتبار و پیشینه فرهنگیشون، اونها رو تبدیل به برده های داوطلب بکنن که اون موالی ها هستن. یعنی آدم مثل سلیمانی که حالا نظر ذاتی آدم قیافش رو نگاه میکرد قیافه جدی نیمه خشنی داشت، آدم خیلی گمان نمیکنه که این روح و روانش این بودی که میخواسته مثلا تو سر کسی رو بخوره، ولی چنان از کودکی تمرینش داده بودن که بله ما وقتی از مسلمان ها شکست خوردیم خیلی خوب شد شکست خوردیم، در داخل این مسلمان ها یه سابسکشن، یه گروهی بودن به نام نمیدونم شیعه علی، هواداران ایشون، خودش و خانوادش و هواداراش، اینا تافته جدا بافته بودن و ما تمام افتخاراتمون در این کشور یا سرزمین اینه که چیز باشیم، در حقیقت موالی اونا باشیم یا نوکر اونا باشیم، که حالا واژه‌ها به کار میبرند خب شیعه ها دیگه، در حقیقت وقتی میگن سگ آستان و این مسائل، در حقیقت خودشون افتخار میکنن که سگ مهاجمان، واژه مثلا کلب علی، خب در حقیقت سگ علی و اینها. حالا یه آدمی که روحیه نظامی داره و مثلا اگه در ایران ساسانی سلیمانی به دنیا میومد، درست قبل از اینکه تمام این مشکلات عجب و غریب توی کشور را بیفته، من زمان پهلوی رو نمونه نمیبرم، حتی اون زمان ما روحیه افراد کاملا آزاد یا ایرانی نبود، حتی کسایی مثل آریانا اونا خودشون داخل این فرهنگ بزرگ شده بودن، ولی اگه سلیمانی مثلا در ایران ساسانی
به دنیا می اومد، خب این یه سپهسالار احتمالاً درجه یک و خیلی جدی در می اومد که این یه مزخرفات نمی گفتش که من سگ مهاجمه نمیدونم بیابونم. و اینی که حالا بگیم مثلا بگیم سگ مهاجم قدیمی بودم، مثلا اون مهاجم خیلی مثلا به قول ما آذری ماتاخی بوده 1300 400 سال پیش، بازمانده اون مهاجمه که حالا خدا میدونه یا از نژاد اوز یا از نتیجه تجاوزهای جنسی بوده که امام سیاه میذاره، این میگه من سگ اونم. اصلا این وضعیت چیه؟ این یه کشور درست حسابی که سپه سالاراش داره شخصیت هستن و منش هستن و هدف هستن، این کارا دیگه چیه؟ این مسخره بازی ها چیه؟ این خیمه شب بازی دیگه چیه؟ و یقید تراژدی کشور اینقدر جرفه که آدم اصلا با زبان منطق اصلا نمیتونه برسونه. درسته. و هر آدمی هم از یک کشور به سامان و بنیادمند بیاد به این وضعیت نگاه کنه، سرشو میخوره، اصلا نمیدونه چی بگه. تراژدی زندگی سلیمانی تو این حد بود. حالا که ایشون، من یه مطلبم عرض کنم. خب حالا ما با این افرادی مثل سلیمانی چیکار کنیم؟ اینا نتیجه این ایران شکست خورده از اسلام هستن دیگه، تو همون فرنگ موالی و تو سری خوری و اینا از بچگی تو مراسم نمیدونم تکیه و مسجد و اینا بزرگ میشن دیگه، اینجوری مثلا عجب و غریب میشن. من نمیخوام واژه بی شخصیت رو به کار ببرم، ولی در واقع بگیم موالی میشن. نمیدونم چی باید گفت، خود باخته میشن، فرهنگی خود باخته وابسته بدبخت میشن. خب حالا ما اینا چیکار بکنیم؟ بیایم فقط به حالشون گریه کنیم؟ مثلا بگیم که مثلا سلیمانی چه میدونم اگه زمان قبل از اسلام به دنیا میومد یه آدم درست حسابی میشد، حالا که یه جنگجوی درست حسابی ایرانی میشد، حالا که الان به دنیا اومده اینجوری شده، خب ما مثلا تخصص خودش. نه، به قول ایمانوئل کانت، آخرش مسئولیت کارهای افراد بزرگسال با خودشونه. درست. اینطور هم نیست که تو این کشور از اسلام شکست خورده هر کسی به دنیا آمده سر از روش‌های سلیمانی در آورده دیگه خودشو برده نمیدونم مهاجمین میدونه. و در این کشور کسایی هم داشته به نام کسروی که آموزش‌های دینی خیلی 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 ژرف‌تری دیده بود تا آقای سلیمانی. از دین اصلا چیزی موضوعات نمی‌فهمید بایاش. آقای کسروی شاید یکی از باسوادترین افراد تو همین امور فقه اسلامی بود در ایران. میگن یکی از کمترین ایرانیان بود که ما داشتیم که واقعا عربی رو درست درمون میدانست. یعنی اون درسش هم با اون هوش خارق‌العاده‌ای که داشتم اساسی خونده بود به هدف اینکه میخواست یک روحانی تمام عیار بشه اینها. و بعد هنگام خواندن به مشکلات منطقی اینا برخورده بود، روحیه ایرانی خودش رو کشف کرده بود، برای خودش یه موقعی تصمیم گرفته بود که نمیخواد دیگه برده باشه، فهمیده چه خبره. درست. بنابراین آدم بزرگسال مسئول کارهای خودشه. چیزی به نام این چیزی که ایرانیای خاورزمینی دوست آی الهی بمیرم واسش وجود نداره. واسه آدم بزرگسال نمیشه گفت الهی بمیرم واسش. تصمیم آخر سر خودش گرفته. درست. سلیمانی، من به شما میگم اینطورم نبود که چیزی از ایران نشنیده باشه. این گزارشات در مورد ایشون به دست رسیده بود که مثل اینکه چندین و چند بار یه اشاراتی افراد کردن که سردار بالاخره این اواخر این مسائل ایرانگرایی بالا گرفته، حتی برخی از سردارهای خودمون هم یه اشاراتی بهشون میکنن. میدونی که برخی از این سردارم یاد آریای بازی این افتادن این اواخر و من این واژه رو به کار میبرم آریای بازی چون معنیش درست نمیفهمن در حقیقت، میخوان سوار قطار بشن. حالا ما نه نمیگیم، ولی منظورم اینه که عمق نداره فعلا. درست. ولی بهشون گفتن که بله یه سری افراد مثلا از این حرفا میزنن، خب نظر شما چیست؟ بالاخره ما این فرهنگ خودمون چی شدیم وسط؟ و ایشون هم ظاهرا برگشته گفته که اون همش انحرافه، گرایش به ایران انحرافه. درسته. من یه تیک سخنرانیش هم دیدم که اتفاقا دیروزم پخش شد روی شبکه‌های اجتماعی، تیکه میگه که ملی گرایی ایرانی یک دروغه، این دروغو علم کردن که اسلام و مذهب رو بزنند. بنابراین ایشون همچنان که خودش بارها گفت واقعا خودش رو سردار ولایت میدونست و خاک آستان علی و حسین با هیچ سریشی نمیشود که ایشون رو از بعد فکری و روحی و روانی به اینکه سرباز وطن بود و اینا چسبان. افسون بر این که من برای خودم یه پرسشی بوده شهرام جان و اینو مطرح کردم پیش از اینکه سلیمانی کشته بشه، خیلی وقت پیش، 2 سال پیش. پرسش من این بود که سلیمانی نیروی حشد و شعبی رو در اختیار داشت عملا
با چنده هزار نیرو. ارتش عراق در زمان نوری‌المالکی خب دولت کاملا به جمهوری اسلامی نزدیک بود و نیرو زمینی عراق هم غیر مستقیم در خدمتش میتونست باشه در جنگ با طالب، جنگ با داعش. و همچنین پیشمرگان کرد چیزی بوده 50,000 نفر در اقلیم کردستان که به شدت با داعش در جنگ بودن. یعنی شما مجموع نیروی زمینی عراق و پیشمرگای کرد و هشت و شعبی جمع بزنید، فقط نیروی زمینی ها چیزی بوده 200,000 تا نیروه. حالا یه 2,000-3,000 تا احتمالا سپاه قدس به اینا میتونستی اضافه کنی که حالا مهم نبود. افسون برای اینکه به خاطر ارتش عراق هلیکوپتر و پشتیبانی هوایی و توپخانه و تانک هم داشتن و داعش یا همون آیسس یه نیروی بین 12,000 تا 15,000 نفر بودن با سلاح سبک، RPG، خمپاره، بدون تانک، بدون هلیکوپتر، بدون هواپیما، بدون رادار. من فکر میکنم اگر ایشون آنچنان که براش تبلیغ کرده بود جمهوری اسلامی و برخی نهادها هم خواستن که ازش چهره معروفی بسازن، اگه سردار بزرگی در حد رومل و جنرال مونتگومری بود، اگر تو اون اندازه بود با یک نیروی پیاده 200,000 نفری که پشتیبانی هوایی و توپخانه و زرهی هم داره، باید داعش رو مضمحل میکرد و شکست میداد. و ما میدونیم که اینگونه اتفاق نیفتاد تا موقعی ترامپ رئیس جمهور شد و زد و بنداش رو با آقای پوتین کرد و با هم دیگه تصمیم گرفتن که شریان یا رگ مالی داعش رو قطع کنن. از سوی حالا اشخاصی چهرهای در عربستان تعمیم میشد، 37 نفر در عربستان دستگیر شدن به جرم پولشویی، ولی مسلماً جرمشون پولشویی نبود، مسئله پشتیبانی از داعش بود و با همکاری پوتین و ترامپ داعش تموم شد و جمهوری اسلامی اینو به خودش گرفت. اگر ایشون سردار نابغه نظامی بود، با اون نیرو باید از پی 15,000 تا لاتولوت و قمکش و چاقوکش داعشی زودتر از نابرمیمد. تو تمام سالهایی که داعش بود و هنوز ترامپ نیامده بود که با پوتین تو این زمینه توافق کنه، هیچ کدوم نتونستن داعش رو پس بزنن. و اگر ایشون یک سردار امنیتی و اطلاعاتی قوی هم بود، الفبای کار امنیتی رو رعایت میکرد. اینکه ایشون با اون آقای ابو مهدی المهندس فرمانده هشت شعبی و چند نفر رده دوم سومای این سازمان سپاه قدس و هشت شعبی تو سه تا جیب بشینن در فرودگاه بغداد، کاملا خلاف الفبای مسائل امنیتی است که یه تعداد فرمانده ارشد با هم یک زمان یک جا توی ماشین نمیشینن. این دیگه فکر کنم هر کودک اینو میدونه. بنابراین تبلیغات به جای خودش، ولی من همیشه این پرسش ها برام مطرح بود که اصلا آیا ایشون رو گندش کردن، یعنی واقعا ایشون از نظر نظامی وزنه بود یا نبود، که حالا خیلی به این بحث مربوط نمیشه چون ایشون کشته شد و تموم شد رفت. ولی رخدادهای پیرامون این جریان خیلی هنوز حرف برای گفتن داریم. ببینید ایشان جان، تاریخ اسلام اصلا تا حالا سردار درست حسابی تولید نکرده. از همون خالد ولید و اینام که داستان براش درست میکردن همش پرت و پلاست. خود خالد هم تو درگیری‌هایی که با استانداری‌های مرزی ایران ساسانی داشت، ما تو این برنامه که آنالیز می‌کردیم همش برتری نفراتی داشتن. شما خالد رو می‌ذاشتی جلوی تیم بهرام چوبین، هزار تا دست این می‌دادی، هزار تا دست اون، ببینم طول عمر خالد به چند دقیقه میرسه. درست. ببینید چون سیستم اسلام اصلا یه مشکل داره که چون خرد رو میکوبه و وجدان کاری رو میکوبه، از اون تو رومل نمیتونه بیاد بیرون. حد اکثر یه لات با استعداد میتونه بیاد بیرون که یه بوی میبره مثلا چیکار میتونه بکنه، یه شبیه خونی بزنه، یه مانور خوبی از چپ راست بده، یه عقب نشینی به داخل بیابون کروفری دادی عربده، یه چیزی بیشتر از اون نیست. چون اون یکی ذهن که بخواد سنجیده فکر کنه و طرحهای کامپلکس حرکتی رو میدانهای جنگ بریزه، اون اصلا اون ذهن که اینقدر پویا باشه، اولین بلایی که سرش میاد اینه که در کوتاه‌ترین مدت به خود اسلام شک میکنه. درست. تو وقتی قدرت مغزیش میره بالا و میتونه مثل شطرنج وار فکر کنه، اولین بلایی که سرش میاد اینه که به خود اسلام شک میکنه، مثل بلایی که سر کسروی اومد. درست. چون آی کیو بالا بود، خون دید همش تناقض و نمیخوام واژه اراجیف رو به کار ببرم، ولی در حقیقت یه جورای خوب هست، همش ناسازگاری و سخنهای بیمایه و کریهه. شما هوش نیاز داری برای اینکه رومل بشی، هوش نیاز داری برای اینکه مانشتاین بشی، هوش نیاز داری واسه اینکه مثلا
فون کلوگه بشی. اینا بهترین تیمسالای جنگ دوم بودن که دوست و دشمن میگن در تمام قرن 20 بهترین بودن. مونتگومری نوک ناخنش هم نمیشد. اینجوری بخوای بشیم اول هوش نیاز داری، بعد همت کاری، هدفمندی. اینا کسی که در سیستم اسلامی برآمده است اینا نداره. مثلا چجوری میخواد اینجوری بشه؟ این آقای سلیمانی خودمونم به همین مشکل دچار بود. فرقش فقط با اون عراقیای نمیدونم بی خیال نمیدونم بی غیرت که میرفتن پوتین آمریکایی‌ها رو میبوستن، این حالت‌های عجیب و غریب و آبروزی و اینها، این بود. خب بالاخره همین چه میدونم یه بادی از همین ایران خودمون به سرش خورده بود. همین شیعه ایرانی هم که ما داریم با همه انحرافاتی که خمینی توش ایجاد کرد، چون دیگه اون شیعه شاه اسماعیلی نیست، همه انحرافاتی که خمینی و شریعتی و مطهری و اینا توش ایجاد کردن و منحرفش کردن، بازم فضیلت‌های فکری، اخلاقی، معنوی اینا توش هست که اون انسانی که توش میاد اونجوری تو خالی نیست مثل اون عراقیای بیشتر سنی و اینا. یعنی این فضیلت ها نسبت به نوع سنیش، نسخه بله، سنیش من. بله درست. اون یارو درون دیگه توهی توهی نیست، یه چیز باد کنن که توهی نیست، یارو یه مقدار یه چیزایی درونش داره. همون امام علی و امام حسین و امام حسن که برای خودش بر میکشه، اینها رو پر کرده با فضیلت های تخیلی که تو اون روایات در حقیقت انتقال میدن. یعنی برای اینطور نیست که اونا بپرسته فقط همینجوری نفهم، بلکه یه فضیلت های بهشون خواسته پمپ کنه، اونا رو در حقیقت خواسته جای همون امشاسپندای باستانی اینا بذاره. و داستان هم آخر کار نکرد. ما چند بار گفتیم واسه این بود که اون زهر اسلام انقدر غلیظه که شما هر چقدر از این کنستراکشن هم میکنی آخر سر بغل میاد باش قاطی میشه، یه انحرافی میشه. ولی بالاخره همین امام علی و حسن حسینی که با خودمون ساختیم واسه اینکه از این جریان اصلی اسلام بگسلیم، اینا رو دوچار یه فضیلتایی هم کردیم. حالا درسته که این امام علی خودمون کارشناسی زدن به قوزک بود، اون داستان عبدو بود و نامردی و اینا، ولی بقیه داستانی که ما خودمون براش ساختیم اومدیم فضیلتای یک شوالی ساسانی رو چسبونیم از کنار بهش. یعنی یه شخصیت تاریخی رو اومدیم با داستان و افسانه بزک کردیم و ازش یه چهره حماسی و اسطوره‌ای ساختیم که اصلاً بازتاب دهنده چهره واقعی تاریخیش نبود. دلست. ولی به نوعی ما آرزوها و ارزشامون رو، ما که میگم این شیعیان رفتن گذاشتن اون تو حالا و فکر کردن که واقعیت. و اون کسی که داخل اینا بزرگ میشه با همه انحرافات و موالی بازی‌ها و خودباختگی‌ها و اینا، ولی یه چیزای فضیلت‌های روحی هم داره، از کنار یه چیزایی وسط اومده. تو خالی نیست مثل اون یکی بقیه مسلمونا. و بله این آدمیه که موقع وقتی بهش میگی مثلا برو نبرد کن با اونا، یارو میره کارش انجام میده با اون سادگی هم مثل اون عراقیای شکم گنده و اینا فرار نمیکنه، میره قشنگ وظیفش انجام میده، لازمم شد کشته میشه، خیلی هم گریه و زاری نمیکنه. ولی بقیه مشکلاتی که اسلام هست تو مغزش داره. با منطق مشکل داره، با خرد، با وجدان، با برنامه ریزی، با همه، با همه اینا یه مسلمون مشکل داره، حتی از گونه شیعش. درست. فقط ما از اون یکی خب بهتر بودیم با همه شیعمون. خب این با اون قابل قیاس نیست. میره اون موقع خب اونا نگاه میکنن میگن ایرانی های شیعه چقدر جنگجو مثلا توپرن در مقایسه با ما. ولی اونو که نباید با اونا سنجید، که اینو موقع این حاج قاسم باید ورداری بیاری موقع با رومل بسنجی که موقع میبینی موقع چقدر تو خالیه. درست. در مقایسه با اون. و ما اشتباه من میبینم ایرانی ها همش میکنه، هی خودشونو میسنجن با این همسایه های عرب و نمیدونم تو بابا اینا، که چیزی بارشون نیستش که خب این کشور یه زمان نیمی از جهان زیر پنجش میچرخیده، اگرم میخواد خودشو بسنجه فقط میتونه خودشو با آلمانیا و ژاپنیا بسنجه. و اگرم میبینه که در مقایسه با اونا فضیلتاش سست داره، باید دوتا پسگردنی محکم به خودش بزنه، به خودشو بازسازی کنه. کاملا. حاج قاسم توی فکرها نبود. حاج قاسم موالی بدبخت بودن زر روحی از درون. و این یارو عراقی ها و هشت و شعبی و بقیه عربا هم ورمی داشت میورد داخل کشور که کمک کنن مثلا به ولی امر مسلمین که دانشجوها رو در زندان باشون تجاوز جنسی کنن. حاج قاسم به خیلی کارهای عجب و غریب آخر سر دستش آلوده شده بود به وسیله اون که روحی ایرانی آخر نداشت. خودشو باخته بود. آخر یه بچه موالی ایران شکست خورده از مسلمان ها بود که به اون سندروم هلسینکی استوکن میگم شهر رو قاطی کردم. هلسینکی سندروم استوکن سندروم نه میگم هلسینکی بود فراموش کردم شهر سندروم فراموش کردم که بود که مربوط به اون مطلب چیز بود گروگان گرفته بود.
بله استکهلم. استکهلم سیندروم بود یا هلسینکی سیندروم؟ من فراموش کردم. استکهلم. به حال به اون دوچار انظر تاریخی به اون دوچار بود که یعنی خودشو باخته بود جلوی همین مسلمان ها عربا اللهشون. شهرام مهمتر از خود قتل سلیمانی به نظر من اون چیزی بود که توی 3 روز 4 روز پس از اون گذشت. خیلی خیلی به نظر من آینه تمام نمایی بود برای دیدن ویژگی های یک جامعه اسلام زده، از حکومتش بگیر تا برخی از مردمش در سطوح پایین جامعه، به ویژه از نظر فکری منظورم سطوح پایین جامعه است. اولا حکومت به جای اینکه برسه به نتیجه‌ای که در بنیاد کار چه ایرادی داشته چه جوری ضربه خورده، شروع کرد سر و صدا راه انداختن و رجزخوانی. این رجزخوانی دقیقا مانند رجزخوانی قبایل عرب در صدر اسلام بود، حتی پیش از صدر اسلام که رسم بود برای هم کری میخوندن، ولی خیلی وقتا کار به عمل میرسید، شاید با یه زخمی یا یه کشته جنگ تموم میشد، ولی تا مدتها اگر شاعری داشتن شعر میگفت در رسای دلاوری فلان کس یا در ستایش فلان نبرد. و خب این تو دوره اسلامی هم بود و خیلی از این تاریخ‌های اسلامی چند سده نخست هجری هم که داریم می‌بینیم، به ویژه داستان‌های فتوح، همش سراسر از این رجزخوانی‌های قبیله‌ای هست که در قالب به اصطلاح جهاد اسلامی جلوه‌گر شده. این رجزخوانی‌های احمقانه و بی‌حساب و کتاب و صحبت از انتقام سخت و انتقام خشمگین و نمی‌دونم منطقه رو از امریکایی پاک میکنیم و در خاورمیانه یه امریکایی زنده نمیگذاریم و تمام نمیدونم شهروندای امریکا یا نظامی امریکا در جهان رو مورد حمله قرار میدیم و داستانه از این دست که آخر فیل موش زایید. و بلافاصله شما واکنش رو میدیدی، هیجانی شدن بسیار بسیار به نظر من مفتزهانه بخشی از جامعه، حرکت های جنون آسا و بعد بیرون زدن عقده های عجیب و غریب و طبیعتاً بی نظمی و هرج و مرج هم که بخشی از یک نظام و جامعه اسلامی است که فکر کنم دیگه اوجش کشته و زخمی شدن 300-400 نفر در کرمان بود، واسه اینکه داربست های افتاد و بعد جمعیت همدیگر لگد کردن از رو هم رفتن و خب عده‌ای مردن، عده‌ای هم بوده 300 نفر هم به بیمارستان رفتن. یعنی کسانی که 30 ثانیه پیشش میخواستن جونشون رو فدا کنن برای گرفتن مثل انتقام سلیمانی، 30 ثانیه بعد از اون شعارها پا روی گردن و سر و صورت هموطنشون میذاشتن یا همشهریشون برای فرار از داربستهایی که هداش فرو میخت. خیلی خیلی نمونه های خوبی بود از اوج فرومایگی. و من فکر میکنم دیگه وقتی رسید به شب حملات به اصطلاح موشکی جمهوری اسلامی به امریکا، حالا خارج از این که یا خودشون قبلا به امریکا یا گفته بودن یا نیروهای نفوذی امریکا یا در رده های بالای امنیتی و سپاه پاسداران به امریکا یا خبر داده بودن، خب این موشک ها نه کسی رو کش نه کسی رو زخمی کرد، حتی یک پیته حلبی رو منفجر نکرد. خب یه سری از موشک ها عکساش هم در اومد تو بیابونا افتاده بود. همه اینها یک سناریو غم انگیزی بود از یک حکومت فریبکار و از مردمی که بخشی از اونها دست کم هنوز آمادگی کامل فریب خوردن رو دارن. یاد حرف دایی شمایون افتادم که ما خیلی بدبختیم چون هم متعلق به جهان اسلامیم شوربختانه از نظر فرهنگی و فکری امروز، هم جهان سومی هستیم هم خاورمیانه‌ای. و من تو این 4-5 روز جلوه‌های همه‌شو دیدم و تلخ‌ترین بخشش هم دستپاچه شدن ضد هوایی جمهوری اسلامی در اطراف پایتخت بود که هواپیمای مسافربری رو زد و حدود 200 نفر از همیهنان ما توی هواپیما مفت و مسلم کشته شدن. و امروز دیگه آقای جاستین ترودر نخست وزیر کانادا اعلام کرد، انگلستان هم اینو تایید کرد که عوامل اطلاعاتیشون مطمئنن که موشک از زمین به هوا خورده و هواپیما منفجر شده. اوکراین و
فرانسه هم اصرار زیادی داشتن که حتما جعبه سیاه رو باید بدید تا به دست شرکت بوئینگ برسونیم که سازنده بوئینگ 737 بوده. من فکر کنم چند روز هر کدوم شهرها میتواند یک داستانی پر آب چشم باشه واسه هر ایرانی که اندکی بیاندیشه و واقعا اندوهگین بشه برای اون چه که در کشور گذشته و داره میگذره. چه حسی داشتی؟ چی دیدی شهرها؟ من گمان میکنم حالا به جای اندوه که دیگه اندوه اگرم اندوهی باشه مال در حقیقت اون شکست 1400 سال پیشه که سر در حقیقت این رودخانه رو باز کرده. پس از اون در حقیقت ما وظیفه که فقط داریم آنالیز و همت واسه نابود کردن این اتفاقات، این روندی که الان ایجاد شده بعد کشور دوباره به ریل بعدی به قبلی انداختن، همون ریلی که توش از تاریخی داشته میرفته و بعد هزار ساله منحرف شده. من اندوهی به اون صورت نمیبینم به جز اینکه فقط حس آنالیز و همت حل کردن مشکل. ببین مطلبی که از اینه که خب اسلام چون عقل رو از کار میندازه، خب اینو ما دیگه چند بار تو برنامه آنالیز کردیم، تنها رایی که براش آخر میمونه برای بسیج اینه که چون وجدان که نمیتونه اپل کنه یا روی بیاره، چون وجدانی وجود نداره، اون افراد فقط با تقوا و دستورای اسپیشفس کرده و اینا، اونا مثل موجی عوامه، مثل زامبیا فقط فرمان اجرا میکنن. چیزی که میمونه فقط ایجای فضای کولی بازی با سر و صدای بسیار و آشفتگی روحی، برانگیختن احساسات لگام گسیخته شبه حیوانی به امید این که اگه یه گروه بسیار بزرگی با این احساسات شبه حیوانی، من این واژه رو توهین به کار نمیبرم، این واژه روانشناختی به کار میبرم، شبه حیوانی و براشفته حمله کنن، نعره بزنن، با چاقو تو دستشون یکی داره سر و صدا خوش خونین میکنه، یکی داره شکم دیگراندیش رو سفره میکنه، با این حالت مخالفینشون خودشون سازماندهی نکنن و عقب نشینی کنن و اینا صحنه اجتماع رو تصرف کنن. از اول کارشون همین بوده تو مکه و اول مدینه، بعد مکه که پس گرفتن و بعدم کشوره که تصرف کردن. چون کانسپتی نداره، حتی واسه کنترل کشورم کانسپت اساسی نداره. یعنی مثل نمیدونم آلمان نازی با سیستم و نمیدونم منطق و اینا نمیخواد جای کنترل کنه. آخر فقط یه اوباش سالاری لگام گسیخته است که چون سیستم جنگی هم نداره، فرماندهی درست هم نداره، میمونه همین آشوب و نعره و چاقو زدن. این سیستم رو باید پیوسته توی حالت خیلی بالا و بسیار براشفته ادامه بده سیستم های اسلامی. ببین ناکن مافیا هم وقتی میخواد با شهربانی در بیفته نمیتونه با سیستم منطقی مثلا از پس شهربانی بر بیاد. آخر سر کاری که میکنه اینه که فقط افراد رو با اون سیستم مافیایی خودش عادت میده، اونا رو انظر روحی آلوده میکنه و توی فضای نسبتا خیلی احساسی و آشفت روحی نگه میداره، با یه وفاداری خانوادگی قبیلگی عجب غریب رو به همون خانواده، به قول خودشون پدرخوانده. این کارش نه همیشه بریدن سر اینو دست اونو چاقو زدن و ترسوندن و نعره و رگبار و ایناست. یعنی حالتای روحیش فقط با اینو جایگزین خرد کرده، با این کوشش میکنه انسجام ایجاد کنه تو اون سیستم آشفته. چون شما دو راه داری تو زندگی، یا با همت و برنامه ریزی و خرد ایجاد قدرت میکنی، مثلا این کانسپتی که آلمانیا تو قرن 20 رفتن دنبالش، من عواقب رو نمیگم که عواقب وحشتناک توش بیرون اومد وقتی که فاشیست شدن، من دارم اینو کانسپت صحبت میکنم. شما یا با لشکرهای دوره دیده و تیمسارهای نابغه و همت و دیسیپلین و سازماندهی و کار وجدانی و اینا میتونی ایجاد قدرت بکنی، یا وقتی اینا رو بلد نیستی فقط لات و لوتا و عمله ها رو با خودت همراه میکنی، چون اون پیامی که داری برای آدمای باهوش کریهه، برای کسروی کریهه، برای آدمای باهوش کریهه، لات و لوتا رو با خودت همراه میکنی، لات و لوتا هم فرماندهی و سیستم و شبکه نمیفهمن، میمونه همین. برای همین هم پیامبر اسلام از تو مدینه هم این راه رفت، راه دیگه نداشت، چون لاتولوتا رو فقط میخواست. کسی رو میخواستش که هرچی میگه اون کورکورانه پیروی کنه، آدمی که عقل داشت اون فکر میکرد میگه آقا محمد این چیزی میگی این بنیادش سسته. لاتا رو میخواست که اولا هرچی میگی باور کنه، بعدم چون یارو لات و از پایین میاد، تو وقتی بر میکشی به مقام مهتری میرسونی، اون دیگه کاملا وفادار میشه، دو دستی میچسبه و چون خشونت شبه حیوانی هم داره مثل اون مافیا، واسه اینکه اون مقام مفتکی رو که بهش دادی از دست داده میکشه، شکم سفره میکنه از این حرفا. چون این کانسپت کلاسیک اسلامه، خب این دولت هم میخواد چیکار کنه؟ آخر پرسنلش همونه، سیستمش همونه، با
و با این پرسودل هم که نمیشه موشک‌های مافوق پیشرفته ساخت و سیستم‌های نظامی مافوق پیشرفته ساخت و برنامه‌ریزی‌های مافوق با کی با چی؟ شما یا میتونی فقط اون راه ارتش آلمان رو میتونی بری یا ارتش پیامبر اسلام خودمونو که لاتون دوتا رو جمع کنی. و چون اصلا کانسپت دیگه است، تو یکیش اپل میکنی به عقل و شعور و همت و هدف و اینا، تو یکیش اپل میکنی به افراد مالی خولیایی پایین مغز احمق تو جامعه پایین مونده وحشی، به امید اینکه اینا رو وقتی مفتکی بر بکشی اینا از روی وفاداری به این برکشیدگی با تو بیان شکم رو سفره کنن. هر کدوم از این سیستم ها شکنندگی های خودشو داره، نقاط قدرت خودشو داره. اسلام دست کم نگیر، هیچ کی نباید دست کم بگیره. عرض کردم همونطور که مافیا رو نباید دست کم گرفت. من تو همون شکستی که به ساسانیا وارد کرد عرض کردم که گذشته از ضعفی که خود ساسانیا داشت به سر می‌بردن به خاطر جنگای با روم و اینها اون سر جای خود، ولی اسلامی خاصیت رو داشت که صدها هزار نفر رو میتونه در کوتاه‌ترین مدت سربازگیری کنه. اصراری نداشت که مثل یک شوالیه تمام عیار ساسانی اونو 12 سال دوره بده ازش تختی درست کنه. آقا یه چاقو یه خورده زدن چاقو تو شکم بسه، مهم تعداد نفراته. ولی به وسیله این فضیلتی که داشت که میتونست زود همه افراد احمق و آشفته جامعه رو که بخش از جامعه هست قابل توجه، شاید 20% کم نیست، چندی میلیون نفره، دولت ساسانی نمیدونم 20 سال کوشش میکرد که بتونه یه سپاه 50,000 نفری رو دوره بده، اینا یهو میتونن در از 700,000 نفر در از 4 هفته به خودشون بچسبونن. میومد با یک سیستمی که تشکیلات نداشت ولی از همه طرف سر شما میریخت، شما رو زنده زنده میخورد. من توش استعاره آمیب رو به کار بردم. آمیب از نظر زیست شناختی تشکیلات درونی نداره، خیلی کمه. مثلا با یه مثلا جانور پیشرفته بسیار سلولی ما میگیم تو زیست شناسی، مثلا از گونه مثلا ستون فقرات داران، مهره داران، قابل قیاس نیست، که خیلی سازماندهی خیلی پیچیده تره. درست. اون از راه پیچیدگی سازماندهیش پیروزی رو به دست میاره. این آمیب از راه فقط رشدش، رشد سری میخوره زنده زنده میخوردت از هر طرف. افسون بر ویژگی هایی که تو برنامه های پیشین گفته بودیم و نمونه هاش در این چند روز دیده شد، یه ویژگی بزرگ دیگه هم در کار بود و اون مسئله فریب بود. به طور مشخص آشکار بود که در یه توافقی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی هارت و پورت کرد به خطونشون کشیده و ابزدن سر و کله فرمانده‌هاش رو از میان بردن و نابودشون کردن، باید یه کاری بکنه و خب پایگاهی رو خالی کردن و اینا یه سری موشک فرستادن که همچنان که گفتم یه پیت علبی هم داغون نشد با توافقی که قبلا با امریکایی‌ها کرده بودن. یه امریکایی یا انگلیسی یا فنلاندی در اون پادگان نبود، پادگان خالی بود، حتی هلیکوپترها و تانکاشون هم برده بودن چون مسکت بوده 8-9 ساعت فرصت داشتن. ولی همون زمان تلویزیون جمهوری اسلامی شروع میکنه تصاویری از انفجارهای بزرگ پخش میکنه که دو تا انفجار رو دیروز امروز بچه‌ها تو شبکه‌های اجتماعی شناسایی کرده بودن. یکی موشکایی بود، حمله‌های موشکی بود که اسرائیل به غزه کرده بود چند سال پیش که اینها رو جا زدن پخش کرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان اینکه الان زنده حمله ما به پایگاه آمریکاییه، که وقتی شما این دو تا رو می‌ذاری از شبکه خبر جمهوری اسلامی در کنار رخدادی که در غزه چندین سال پیش انجام شده، می‌بینی که چقدر بزرگ می‌توانن دروغ بگن. یکی دیگه انفجاری بود که در یه پمپ بنزینی در کانادا رخ میده، در ادمونتون کانادا 27 دسامبر، حتی تاریخ هم رو ویدیو خورده و اینا میان اون رو بر میدارن و نشون میدن به عنوان یک مثلا مرکز مهمی که تو پایگاه منفجر شده. و باز این دوتا فیلم رو کنار هم میذاری میبینی 27 دسامبر یعنی بوده 20 روز پیش در کانادا این پمپ بنزین بوده که در شب منفجر شده و از دور فیلم گرفتن. دو تاش دست کم به طور مشخص در اومد و خب بعدم که مثلا رسما اعلام شد که از دماغ کسی هم خون نیامده و هیچ تخریبی نداشته. یه همچین حجم فریبی کاملا مشخصه، چون برای بیرون که بالاخره همه چیزا حساب در میاد که آقا اتفاقی نیفتاده، شما موشک زدین تو بیابون زدین یا عمدی یا غیر عمدی، هیچ کسی چی تو چیش نشده، حتی یه پی طلبی هم داغون نشده. پس این هنوز که هنوزه برای تحمیق اون آدم های ابله و فرومایه ایست که فکر میکنن که جمهوری اسلامی یه قدرت بزرگ نظامی است
و الان ببینین چی داره انتقام میگیره. اونم براشون مهم نیست بعدن این دروغا در میاد به فاصله 24 ساعت، مهم اینه که اون لحظه یه هیجان زده بشن. این فقط اون لحظه نیست ببین شاهین جان، مسئله ژنتیکیه. اسلام چون میره داخل جامعه، اونایی رو که هوششون کمه و گرایش های سادیستی دارن، این دو اینا رو قربال میکنه. اینا خب یارو وقتی شما هوشت کمه، هوشت مادرزادی کمه، مادرزادی نه به خاطر آموزش کم، هوشت وقتی مادرزادی کمه، شما خب زود فراموش هستی، اصلا به خورده کاری ها دقت نداری، خورده کاری ها و مسائل پیچیده اصلا برات مهم نیست. بعدم شمایی که کم هوش هستی، احساسات اون موقع در شما قوی تره. درست. خشم، نمیدونم، غم، من هر احساسی میخواد باشه، با شادی که اسلام مزد کاری نداره، ولی احساسات کلا تو شما تو قویه، چون بخش اندیشگی سسته. درست. این درست همون بخشاری که آیین زرتشت روش سرمایه گذاری میکنه، عقل رو. یکی از اون گریزانه، میگه من فقط اونایی میخوام که مخشون اصلا کار نمیکنه. و کسی که مخش اصلا کار نمیکنه، خب به درد این کار میخوره. چون هر چی دروغ بهش میگی، اولا درست نمیفهمه که این دروغه. دوما اگه فهمید پس فردا فراموش میکنه. که شده بارهام شده این. اصلا شده. دو دیگر. این مسئله کمهوش بودن خودش خیلی فضیلت بزرگ است. اسلامو دست کم نگیر. خود کمهوشا رو نباید وقتی سازماندهی شدن به وسیله یک رهبران فکری و یک ارگان مافیایی، کمهوشا رو نباید، همون آمیباست که میخوردت. درسته. کامل. و چندین میلیون هستن آدمای کمهوش در هر جامعه ای. اینا رو میگیره و سیستماتیک میره دنبالشون. مثلا تا مساجد اقشار فقیر جامعه و اینها بنا رستگی میکنه، رو جمع میکنه. و این کمهوشا چند تا خوبی داره. یکی اینکه هر روز امروز گشت میشه فردا فراموش میکنه. دوم اصلا خیلی پیش اصلا نمیفهمه. و سوم چون که میدونه که خودش میدونه کمهوشه و تو زندگی از راه کار و کوشش نمیتونه زیاد به جایی برسه، منتظر اون پخش قنائمیه که سیستم اسلامی از مرکز میکنه، از بیت المال. درست. یعنی منتظر اون قنائمه که بهش رسونده میشه، چون خودش میدونه به همت نمیتونه به جایی برسه، چون عقل کار نمیکنه. درست. یعنی یک وفاداری ژرفی هم پدید میاره میون آدمای کم هوش و خودش. میگه کم هوشا، تا موقعی که من بهت میگم بکش بکش، به جاش من بهت غنیمتا رو میرسونم، تو که میدونی خودت به زندگی خودت نمیتونی به جایی برسونی چون عقلت کمه، من تو رو برمیکشم، از حمالی برمیکشم تو رو به سپهسالاری. بده برای همیانانی که به گفتگوی من و شهراب دارن نگاه میکنن، من بیافزایم که مسئله هوش فقط حساب ریاضی و فیزیک و درس و نمره نیست، خیلی گسترده تر از اونه. شما هنگامی که ذهنتون آمادگی به پرسش کشیدن بعضی از مسائل رو نداره، موقعی که نگاهتون نگاه تحلیلی نیست، موقعی که منطق میان فرمان مغز و گفتارتون و شنواییتون از اون چیزی که از بیرون بهتون داره تزریق میشه نمیتونه ایجاد تناقض بکنه که مشکل رو بفهمید یا دروغ رو بفهمید، این میشه کمهوشی. بعضی وقتا به کمشعوری هم میرسه. من دیدم که یک آقایی آمده و میگه که آقا 9 میلیون تن در تهران تشییع جنازه سردار سلیمانی رو کرده. من گفتم شما شاهد زنده ای اونجا بودی؟ گفت که بله، من از فیلم هلیکوپتری دیدم اینا. گفتم خب سر جمعیت کجا بود؟ گفت در فلان منطقه. گفتم پایان جمعیت در کجا بود؟ گفت در فلان جا. گفتم فکر میکنی طول اون مسیر چقدره؟ گفت 4-5 کیلومتر. خب فرض کنیم 5 کیلومتر. پهنای خیابونم بگیریم مثلا 30 متر خالص در اختیار مردمه. اتوبوس و کیوسک تلفن و نمیدونم ماشین اینا پارک نیست تو خیابون. همه دارن راه میرن. هر متر مربع دو نفر آدم هست. خب هر متر مربع دو نفر آدم، 5 کیلومتر در 30 متر، شما داری حداکثر صحبت 300 هزار نفر میکنی در استان تهران و استان کرج البرز. رو هم ما چیزی حدود 20 میلیون جمعیت داریم. 300 هزار تا خیلیه، ولی 300 هزار تا نسبت به 20 میلیون میشه 1.5%. چرا میگی 9 میلیون؟ و آقا همه شما نابغه ریاضی نیستن. گفتم نه عزیز من، شما داری شوخی میکنی. یه مستطیل مثلا چه حساب کردن و برآورده جمعیت رو شما همونجا ذهنی میتونی انجام بدی.
گرفتار این است که این آقا میبینه و میره قسم میخوره که آقا 9 میلیون نفر اومده بودن و متوجه نمیشه که گفتن این که 9 میلیون نفر اومدن با خودش نیاز به این داره که شما 30 برابر بیشتر طول اون مسافت باشه، یعنی به جای 5 کیلومتر 150 کیلومتر باشه طول جمعیت. گرفتاری ما اینه که ما تو الفبای کار و دو تا چهار تا شهرام جان گیر کردیم توسط برخی از هم‌میهنان و همینها همیشه در هنگام بزنگا احساس کرده عقل کلن، یعنی این گرفتاری هم هست. نه نه میدونی چرا؟ برای اینکه اسلام برای اینم یه راه حل پیدا کرده. اسلام گفته خب من میرم سراغ آدمای کمهوش و سادیست در جامعه. اینا یه مشکل دارن. اینا مشکل دارن که معمولا نمیتونن موفقیت اجتماعی به دست بیارن، تهنشین میشن. همون تو کارهای خیلی ساده معمولا هستن، یا مغنی میخواد باشه هرچی میخواد باشه. من کاری با اون شغلا ندارم، همه شغلا شریفیه. ولی میگم کسایی که هوششون کمه به اونجا تهنشین میشن. اسلام میگه من میرم سراغ اونا، اونا رو برمیدارم. خب حالا یه مشکلی هست، کسی که مغنی بوده، نمیدونم حالا مثلا فعله بوده، هرچی بوده، این اون اعتماد به نفس رو نداره که مثلا بره مثلا حمله کنه با چاقو پروفسور رو بکشه، چون همیشه به اون به عنوان مهتر خودش نگاه میکنه. درست. اسلام میاد میگه من به تو اعتماد به نفس کاذب میدم، تو با خیال راحت پروفسور هشتارودی رو اگه لازم شد بکش، هیچ عیبی نداره. چون میدونی چرا؟ اون کمتر نماز میخونه، تو خوب نماز میخونی، خوب آرام میزنی، به وسیله این دو فضیلت ارزش تو الان از اون بیشتر شده. این اعتماد به نفس کاذب رو که ما آنالیز کردیم این مسئله قدر هم کنه، یعنی یک مجموعه همون آمی به آدم خار درست میکنه. چند میلیون آدم کمهوش جامعه رو ور میداره، اینا رو یک شبکه مافیایی بهشون میده، غنیمت بهشون میرسونه و اعتماد به نفس کاذب، چون خود اون آدمی که کهتره خودش میترسه، یه کراهتی داره، دستش نمیرسه که بزنه اون مهتره رو بکشه. اول تو باید بهشون اعتماد به نفس کاذب رو بدی که تو همین که نماز میخونی، همین که روزه میگی، تو چی، تو کجا، پروفسور هشتارودی کجا، یک مجموعه. اینا رو ما قبلا همه رو آنالیز کردیم، الان دیگه لازم نیست بهش کافیم. فقط ما گفتیم با این رویدادهای اخیر، تو الان گفتی که آقا این کشور چرا بعضش اینجوریه، چرا نه بلدن موشک بزنن، نه موشکشون درست کار میکنه، نمیدونم هواپیمای مسافری میاد، سیویلیان میاد، یو از ترس اینکه نکنه نمیدونم جنگی باشه، ظاهرا راداراش هم نه تشخیص میده نه پرسنلش شعور داره، میزنه میاره پایین. این وضع کشور چرا اینجوری آقا؟ چرا این آبروریزی عجیب و غریب که همش داریم؟ همین میگه وقتی پرسنل شما افراد کمهوش و سادیست هستن، خب این که اتوش که اون ارتش آلمان ورمخت نمیاد بیرون، که همین دیگه. تنها فضیلتش هم فقط اینه که دانشجو رو ورد رد دانشگاه ببره زندان باش لواط کنه، یعنی ایجاد زنده زنده فقط میخوره مثل آمیب تو اون استعاره و توالت طبیعی روزمرش، ایجاد ترس، چاقو زدن، کشتن، چاقو زدن، کشتن، شلاق زدن، ترسوندن، بیشتر از این کاری بلد نیست. حالا پرسش اینه که چی کارش باید کرد؟ اونو تو برنامه آینده بهش میرسیم. شاید یه برنامه به همین مسائل تاریخ معاصر یا اینکه الان چه میتوان کرد با این پدیده تاریخی عجیب و غریب، یه برنامهش میپردازیم. چون همه میپرسن که خب حالا با این آمیب زنده زنده بخور که کمهوشا و دیوانه ها رو به هم میچسبونه، شبکه مافیایی میده، اعتماد به نفس کاذب میده، بنابراین یه انسجام درونی پدید میاره، هر کسی رو که میخواد نفس بکشه در همون دوتفه اول میکشه، شکنجه میکنه، با این سیستم که مثل یه آمیب همه چی رو میخوره، به نظر شکست ناپذیر میاد، با این چه باید کرد؟ درسته. دوباره دیگه صحبت میکنیم. حتما. خیلی سپاسگزارم. هم‌میهنان برخی پیام داده بودن تو این چند ماه گذشته بارها و بارها که دوست دارن فرکانس پخش برنامه‌ها یکم بالا بره، برنامه‌ها زود به زود پخش بشه. منظور این برنامه‌ها، چون برنامه‌های جنبش که هر هفته برگزار میشه، ولی کوشش ما این است که حالا دو هفته یه بار، سه هفته یه بار خدمتتون باشیم. هفته‌ای که ما نیستیم بقیه دوستان در جنبش تو برنامه حضور خواهند داشت. یه دلیلش این است که خیلی خوشبختانه گرفتار فراهم کردن منیفست مفصل جنبش رنسانس ایرانی هستیم بر پایه اندیشه ایران شهری، و برای همین زمان زیادی اون کار میگیره، برای کار بسیار بنیادی و اساسی است که من مطمئنم خیلی خیلی میتونه راهگشا باشه برای پیدا کردن یک همگرایی میان نیروهای همگرا، نیروهای ایرانگرا، و شکل گرفتن در حقیقت یک شاید پیشنویسی برای آنچه که ما میخوایم برای ایران آینده ببینیم و مسیر راه، نقشه راه که چگونه میشود به اونجا رسید، ابزار کار چیست، جنگ افزار ما چیست، و میخوایم چه
آرمان شهر یا اوتوپیایی رو به اصطلاح پی افکنیم برای ایران. و از این رو خب زمان خیلی زیادی از ما گرفته میشه و شهرام هم تا گردن درون این کارهاست خوشبختانه. بنابراین با این وجود میکوشیم که برنامه ها رو مرتب انجام بدیم. افسون بر برنامه های تلویزیونی، برنامه هایی در کانال زوم، در شبکه زوم هم برگزار میکنیم که حتما هفته دیگه دوستان به شما آگاهی رسانی میکنن که در چه زمانی پخش میشه، چگونه میتونید شرکت بکنید. بزرگترین کمکی که شما دوستان میتونید بکنید، بینندگان برنامه که در یوتیوب برنامه رو میبینید، افسون بر تلویزیون پارس، این است که کانال یوتیوب رو، کانال یوتیوب جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی رو به بقیه همیهنان و دوستانتون معرفی کنید که سابسکرایب کنن و برنامه های کنونی و برنامه های پیشین ما رو ببینن، چون اکثر این برنامه ها زمان شموله و شما میتوانید تو هر زمانی ببینید. جستارهایی است که کهنه نمیشه و بیشترش در حقیقت گفتگوهایی است درباره بنیاد و اساس فرهنگ و تاریخ در ایران. برای پیگیری برنامه ها و تامین هزینه های ساتلایت و حضور ما در تلویزیون پارس، برای همه همیهنانی که امکانش هست، خواهش میکنم که به تارنمای ما iranianrenaissance.com برید و تو بخش دونیشن یا همیاری با کردیت کارت یا پیپل همیاری بکنید و از این بابت بسیار از پشتیبانیاتون سپاسگزاریم. شهرام جان، سخن آخری هست؟ 20 ثانیه فرصت داریم. نه، ادامه داستان اونه که چه میباید با این دستگاه آمیبار مافیایی کرد که اون نشستهایی برای خودش نیاز داره، چون همه منتظرن اونو آخر بفهمن پس از این همه آنالیز تاریخی. 100%. سپاس بسیار از شما و همچنین سپاس از همیهنانی که بیننده برنامه بودن. بدرود و روز و شبتون خوش.